طب چینی یکی از چیزایی است که توی تاریخ قدمت زیادی داره. با طب چینی شما میتونید به انواع روش‌های درمان دست بزنید. اما طب چینی از کجا میاد؟ سابقش چیه؟ اصلاً حرفش چیه؟ دانش آکادمیکی که این روزا توی دانشگاه ها تدریس میشه به شدت محافظه‌کار و همینطور تقلیلگراست. اکثر وقتا اگر چیزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشاهده نشه جامعه علمی غرب اصلا قبولش نمی کنه. یکی از موضوعات بحث برانگیز توی حیطه دانش انرژی چی هست؟ انرژی اسرارآمیزی که از فلسفه باستانی چین میاد و ادعا میکنه برای همه چیز از تشکیل کائنات گرفته تا بیماری های بدن انسان جواب داره. فلسفه چینی قدمت خیلی زیادی داره. ولی جالبش اینه که دوران شکوفاییش درست با دوران شکوفایی فلسفه یونان تطابق داره. ما توی این ویدیو زیاد به فلسفه چین نمیپردازیم چون جای بحث زیاد داره و در عوض سعی میکنیم یکم به طب چینی و ویژگی هاش بپردازیم. یکی از مفاهیم بنیادین طب چینی مفهومی به نام چی یا انرژی چی هست. چی توی زبان باستانی چین به نیروی حیات یا انرژی حیات ترجمه میشه. فلسفه چینی که البته نه فقط توی چین بلکه توی کل خاور دور رواج داشته معتقد بوده این انرژی توی تمام کائنات پخش هست. اونا میگفتن سلامتی فقط به معنی فقدان مریضی نیست بلکه خود فلسفه حیات هست. پزشکایی که 2000 سال پیش بیماراشون رو با طب چینی درمان میکردن فقط دکتر نبودن بلکه معلمایی بودن که تمرینایی رو برای حفظ سلامتی به همه مردم تجویز میکردن. بذارین اینجا به یه تفاوت اصلی طب چینی با پزشکی غربی بپردازم. یه مثل معروف هست که میگه بدن آدم یه باغه. این باغ برای اینکه بتونه شکوفا و زیبا بمونه باید بهش پرداخته بشه و همه چی توش باید از یه تعادل برخوردار باشه. اما طب غربی بدن انسان رو یه دستگاه در نظر میگیره و اون رو به اجزاش تقلیل میده. طبق دیدگاه پزشکی غربی وقتی عضوی از بدن از کار میفته باید عوض بشه. و اگه مثلا کبد مشکل پیدا کنه تقریبا تمام تمرکز به سمت همون کبد معطوف میشه و پزشکا سعی میکنن به یه شکلی تعمیرش کنن. همینطور طب مدرن به اساس بیماری استوار هست. یعنی بیشتر به مسئله بیماری میپردازه تا سلامت، اما توی طب چینی سلامتی مهمتر از درمان هست. هرچند که این طب برای درمان هم روش‌های جالبی داره که بهشون میپردازم. اگه فکر میکنید فرو کردن سوزن توی بدن یا قورت دادن دواهای زهرماری اصلا خوشایند نیست، باید بهتون بگم که این روش‌ها به صورت گسترده‌ای توی جاهای مختلفی از جهان علل خصوص چین از 5000 سال پیش تا الان هنوز رواج داره و اگه کارآمد نبود تا الان مثل جادو جنبل که به اعماق تاریخ پیوسته فراموش شده بود. اما جالبه بدونین هنوز توی بیمارستانهای زیادی توی چین پزشکایی که توی هر دو سنت پزشکی شرق و غرب مهارت دارن با استفاده از هر دو نوع طب به درمان بیماراشون میپردازن. بر اساس طب چینی یه انرژی توی بدن انسان جریان داره به نام انرژی چی. این انرژی یه بار از بالای بدن به سمت پایین و یه بار دیگه از پایین به بالا جریان پیدا میکنه و اینجوری توی همه قسمت‌های بدن حرکت میکنه. طب چینی معتقده اگه این روند جریان توی یه جای بدن مختل بشه یا تمرکزش توی یه جا کم و زیاد بشه بدن به مشکل برخورد میکنه. این انرژی چی از مسیرهای عبور میکنه که به مریدین ها معروفه و بدن انسان 12 تا مریدین داره. هر کدوم از این 12 تا مریدین هم به یکی از اعضای اصلی بدن متصل هستند. برگردوندن تعادل چی به بدن مهمترین کار طب چینی هست. معلم یا همون پزشک چینی سعی میکنه روشهای رو به مردم یاد بده تا بتونن جریان این انرژی رو توی بدنشون کنترل کنن و به حرکت دائمی و متعادلش کمک کنن. یکی از این روش ها انجام تمرینایی به نام تایچی هست. گفته میشه کسایی که توی فن تایچی مهارت دارن
میتونن هر کسی رو که بهشون حمله کنه با یه حرکت ساده و بدون تلاش زیادی روی زمین بندازن. به جز تمرینای بدنی مثل تایچی، روش‌های دیگه‌ای مثل تپ سوزنی و تپ فشاری هم وجود داره. توی تپ سوزنی، سوزن وارد قسمتی از بدن میشه که به یکی از 12 مریدیان اصلی متصله و به این ترتیب با تحریک اون قسمت موجب برگشتن تعادل دوباره چی توی بدن میشه. Bill, I'm going to try and ask her some questions. توی این فیلم که روی یوتیوب موجوده، گروه فیلمبرداری وارد اتاق عملی در چین میشن که توش پزشکا بیماراشون رو همزمان با استفاده از طب غربی و طب شرقی مورد جراحی قرار میدن. حدود 400 نقطه روی بدن هست که توی طب سوزنی تعریف شده. توی طب فشاری هم فشار آوردن به قسمت‌های مشخصی از بدن دقیقاً همین کارو انجام میده. اگه شما برین پیش یه پزشکی که طب سنتی چینی انجام میده، اون برای معاینه ممکنه شما رو بو بکشه، گوششو بچسبونه به اعضای مختلف بدنتون، از خودش یه صداهایی در بیاره، لمستون کنه و نبضتون رو بگیره تا بفهمه منبع نامتعادل بودن انرژی چی کجای بدنتون هست و کدوم مریدین ها درگیر هستن. این پزشکا دستورالعمل‌های خاص و عجیب غریبی دارن. مثلا اگه یه بیماری بهشون مراجعه کنه و شکایت کنه از اینکه هر روز ساعت 4 بعد از ظهر سردرد میگیره، پزشک متوجه میشه که چیه مثانه نامتعادل هست، چون توی اون ساعت از روز مریدین مثانه مسئول کنترل امور بدن هست. بعدش پزشک نسخهشو میپیچه که ممکنه طب سوزنی، طب فشاری، طب گیاهی یا مجموعه ای از اینا باشه. توی بعضی از بیمارستانا توی چین یه انبار بزرگ از داروهای گیاهی، ریشه درختا، برگ و گل و ساقه و این چیزا وجود داره و قدمت بعضی از نسخه های گیاهی به 2200 سال میرسه. هر گیاه میتونه هارمونی و تعادل رو به بخش خاصی از بدن برگردونه و مخلوط کردن چند تاشون میتونه به یه عضو بدن انرژی خاصی رو برسونه که در نهایت موجب درمان میشه. اما اینکه بگیم دانش غربی به کل طب چینی رو نادیده گرفته بی‌انصافیه. تلاش های زیادی برای توضیح پدیده نیروی چی و تأثیر طب گیاهی، طب سوزنی و طب فشاری روی سلامت بدن انجام شده و تعداد زیادیشون به تایید بخشهایی از این دانش شرقی منجر شدن. برای مثال، توی دنیای دانش غربی گفته میشه آلکالویدی به اسم هاپرزاین آ که توی یه نوع خزه به نام هوپرزیاسراتا وجود داره و توی طب چینی ازش داروی به نام چیانچنتا ساخته میشه، احتمالاً همون ماده مؤثری هست که توی داروهای مدرن برای درمان بیماری آلزایمر استفاده میشه. طب چینی بجز مواردی که گفتم از مدیتیشن هم برای برگردوندن تعادل انرژی چی به بدن استفاده میکنه. البته ظاهراً علم غربی مدیتیشن رو بیشتر از باقی روش‌های طب چینی قبول کرده. تای چی و چیگونگ دو نوع از مدیتیشن هستن که اولی بیشتر با حرکات آرام و دومی که توی چین باستان به روش دفع بیماری و افزایش طول عمر معروف بوده، با تمرینای تمدد اعصاب و تمرینای تنفسی همراهه. خلاصه کردن قرنها آزمون و خطا و تجربه فلسفی توی یه ویدیوی چند دقیقه‌ای کار خیلی سختیه، اما منابع روی اینترنت زیاد هست. تنها چیزی که برای من مهمه اینه که بدون دانش کافی موضع‌گیری نکنیم و حتی به دانش غربی امروزی هم به دید انتقادی نگاه کنیم. اگه به فلسفه شرق دور علاقمندین، معرفیتون میکنم به یه پادکست معرکه به نام پادکست ساتوری که توی همه اپلیکیشن‌های پادکست برای شنیدن موجوده. میزبان این پادکست همه کتاب‌های مربوط به فلسفه چین و بودا و داویسم رو خونده و چکیدش رو به طور رایگان و به زبان فارسی روی اینترنت منتشر میکنه که اگه روی گوشیتون یه اپلیکیشن برای گوش دادن به برنامه‌های پادکست نصب کنین، میتونین از منبع سرشار این اطلاعات بهره‌مند بشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده،
اونو برای دوستاتونم بفرستین. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اونو به اشتراک میذارید.